خب دوستان عزیز، امشب در صدا و سیما یک اتفاقی افتاده که میتونه خیلی مسائل مختلفی رو برانگیزه در حوزه مثلا مسائل سوشال مدیا و توییتر و اینجور چیز خیلی زار برمیانگیزه. من میخوام حدسیات خودم و در مورد دیگه نظر خودم بگم. خب موضوع اینه که ما ویدیو قبل یک دیده باشید در آپارات من داشتم اعلام میکردم که آقای ادگار دایت تازه میخواد بیاد، اومده میخواد بیاد برنامه نوروزی، نگو در همین برنامه شرکت کرده بوده. من اصلا در رفت افراد میتونم برنامه ببینن، برنامه اسم فوتبال برتر رو شبکه 3 تو تلویزیون تکرارش هست. در اینجا هم اتفاق افتاده، گاریت هم هست اینجا مصاحبه شون نشون میدی. ولی قسمت مهمش اینه که علی پروین و آقای حسن روشن که دو تاشون بازیکن، علی پروین که مربی و همین حسن روشن که مربی بازیکن تیم ملی و تیم استقلال اینا بوده، در این برنامه نوروز شرکت کردن. یک موضوعی مثلا در مورد گوشی شون رو ترک کرده، این مثلا میتونه جنجال برانگیز باشه، مناقشه برانگیز باشه. حالا من نظر خودم خواهم گفت. اگر چیز خاصی نداره، نوروز تبریک گفته و این حالا پخشش کرده. قصد مهمش اینه که اسم دو تا خواننده آورده شده اینجا در این برنامه که یکیشون این چند وقت بود مسئله شده، موین الان دیگه من تقریبا من اونجا که دنبال میکنم از روز اولم دنبال که هم مطالبش رو به نظرم میرسه که ایشون احتمالا میخواد بیاد ایران. من الان حدثم اینا هم ستشن به اسفند 29 اسفند هستش، 2 روز مونده به عید، ساعت آغازینه مستشنبه. به نظرم ایشون تصمیم بگیره که بیاد ایران، احتمالا هم معنی قانونی نداشته باشه، فکر نمی کنم. حالا بعد چی خواهد بودش، من که بی نهایت خوشحال خواهم شد این موضوع. مسئله که امشب پیش اومده اسم یک خانومی برده میشه که من نمیتونم الان تکرار بکنم، اما اگه میدونید که من در آپارات دارید میبینید، در یوتیوب هم دارید میبینید، همینجا که نوشته آرت سایت، اینجا چند ماه پیش مراسم های گلپا که بود من رفته بودم اینجا، در واقع یک بیانیه اعلامیه هم از طرف ایشون، یعنی فرزندانشون، پسرشون و دختر خالهشون از طرف مادر و خالهشون جو فرستاده بودن، یعنی هست صبح اسم ایشون در رسانه ها با اینکه ایشون در ایران نبوده، سالهای نبوده، کل از اولش هم نبوده، یعنی از اول، یعنی از بعد از سال 57 نبوده، ولی خب گهگوداری در رسانه ها مطالبش بود. حتی مثل خانم فائق آتشین، بعد باز اسم هنریشون رو نمیگم، گهگوداری من میدونم مثلا در همایش های ادبی که در تهران در فرهنگسرا برگزار میشد با همین اسمی که من گفتم، مثلا ترانه‌سرای های قدیم رو خواستن بررسی بکنن با این عناوین میومدن استفاده میکرد. اما اینکه علی پروین بیاد اسم اون فرد رو بگه، بعد با این میثاقیان یه دفعه مثلا قصه پخش بکنم، با این با توجه به این که ما میدونیم صدا و سیما جوری نیستش که مثلا برنامه زنده هم باشه دیگه، اینجوری نیست که اینقدر غافل گیرانه باشه که کسی یه چیزی بگه بعد اه بگن و پخش شد. از این طرف هم علی پروینه، نمیشه که مثلا یه دفعه صداشو قطع بکنن و فلان. و حالا مثلا چیز خاصی هم نیست اسم اون فرد مثلا گفته شده، اون فرد هم فرد ایرانی بوده دیگه. حالا بله میتونه کار غیرقانونیش این بوده باشه که مثلا آوازخوان باشه و مثلا فرض کنید پوشش اون خانوم و آواز خان بودنش غیر قانونیه، کار دیگه ای که مثلا نکرده که. مثلا این مثلا آقای امیر تتلو خیلی بیشتر کارهای، اگه بخوایم نسبت بگیریم با مثلا خانوم هایده، بیشتر کار غیر قانونی تر کرده، فعالیت مثلا فعالیت های خاصی داشته، آهنگ های خاصی خونده. ولی اون خانوم هایده، اگه شما این آمار جالب به شما میگم، اینو من همین چند وقت پیش فهمیدم، اگر شما برید در اسپاتیفای، کاش بتونید تصویرش رو نشون بدم، نمیشه، قوانین آپارات اجازه نمیده. در اسپاتیفای اگه برید ببینید، یه فردی که 35 سال پیش از دنیا رفته و 35 سال پیش از دنیا رفته، اسپاتیفایش هنوز هست، مثلا آهنگاشو اینو هست، بازدیدی که داره میگیره از مجموعه، یعنی 35 سال پیش از دنیا رفته، تا این 35 سال که حالا اسپاتیفای چند سال ساخته شده، توی این چند ساله بازدیدی که صدای آواز اون فرد داره میگیره بیش از مجموعه خیلی از کل آلبوم کسایی که همین الان زنده هستن دارن کار میکنن. و اینا یک چاق پیش به یکی از آشناهام گفتم هوش مصنوعی دارن درست میکنن، مال این فرد رو هم درست میکنن، افرادی که نوجوان هستن، اصلا در زندگیشون نه سنشون به سن من نمیخوره اون فرد،
یه چه برسه به سن نوجوانای جدید دارن صدای اون فرد رو بازسازی میکنن. یعنی میخوام بگم که خیلی باعث اهمیته، علیرغم اینکه صرفا اهمیت اون فرد، اون خانم که داریم درست صحبت میکنیم، فقط تکنیک های آوازی نبوده، یه قسمت از اهمیتش که دیده نمیشه، از حق نباید گذشت، تولید کنندگانش هستن، آقای صادق نوروکی غیره که آهنگسازی کردن، تنظیم کردن اون کارا رو، و مثلا شعرهایی که روش قرار داده شده، اونا هم باعث شده که این کل این مجموعه بهش میگم مثلا کریر هنری این فرد رو ما الان ببینیم، اونا هم دستن در کار بودن، ولی اونا دیده نمیشن، فقط این فرد دیده میشه. حالا به هر حال این من گفتم خب من اینجا موضوعات یوتیوب که دارید اینجا تخصصی در مورد مسائل اخبار هنرمندانه. حالا ویدیو قبلی ادگار داویس بود، در یوتیوب کانال دیگه من دارم در مورد فایت و بوکس و این ورزشی فوتبالی اونجا گذاشتم، اینجا نمیتونید ببینید، ولی این قصه هنری شو گفتم خواهی اینا هست اینجا تشه. و یه چیز جالب من به شما بگم، من اینو همین چند روز پیش شنیدم، نمیدونم صحت و حقیقتش رو وقت داشت یا نمیدونم، مثلا که خانم از اینو نگم بهتره، استاد که درد نمیکنه دستمال نمیدونم در مورد خواهر همین فرد چیکار کردی زدی لیوانش اینجا به نظر برسه های میساقی کنترلش رو اصلا بی حرف به هم خوره، با اینکه وقتی این اسم یه بار دیگه هم فکر کنم آورده شده بود، این فرد نبود. ها چند سال پیش که آقای چیز در قید حیات بودن، آقای انصاریان، برنامه اونو هم برنامه آقای انصاریان اینا اینترنتی بود، تلویزیونی نبود. اونجا یه بازیکن خارجی هست، ازش سوال می‌پرسند که مثلا موسیقی چی ایرانی گوش بکنی، انتظار دارن بگه مثلا شجریان، بعد مثلا اسم همین خانم فائقه آتشین رو میگه اسم هنری شد کردم و کنترل رو به همین، این یه لول بالاتره، چون برنامه زنده صدا و سیماست، زنده صدا و سیماست، بعد شبکه سه، نه مثلا شبکه مثلا یه شبکه متفرق، شبکه اصلی نه، نوروز ویژه برنامه این نوروز. خب این خیلی جالب انگیزه. و دبه تو کلی هم بگم این روکرد جدید آقای روکرد جدیدی که در صدا سیما هست خوبه، فکر میکنم خیلی خوبه، هم در حوزه انتخابات نشون داده شد این موضوع که خیلی مازن تعامل بکنن با افکار عمومی در مورد اینکه بیان چرک های تلویزیونی درست بکنن و به همچین درخواستی بیان بپردازن چرک برگزار بکنن مناسب. این روکرد خوبیه، اینو این یعنی این چیزی که شما در این تصویر دارید ببینید رو مثبت ارزیابی کنید لطفا. من مهینو دوست دارم، علیرغم این که یه مزه بگید که چند روز پیش آقای رئیسی دیدار کرده با عباس قادری، این باید در نظر گرفت، این قاجد اهمیت افرادی که علاقه دارن به فرهنگ این کشور ایران. من تصفری حفظین هم اینجا گذاشتم، حالا اون یکی باید بیارم که داخلش ماهی اسیر نیست، کسی که علاقه به طور کلی علاقه دارن به فرهنگ این کشور، کلا مسائل هنر این کشور، این اتفاقات رو مثبت ارزیابی بکنید لطفا. من الان میدونم کسایی الان من از به این موضوع اشکال میگیرن، یعنی تو همین موضوع آقای عباس قادری متوجه شدم، مثلا کسایی الان فردا افرادی که من واکنش ها رو ویدیو دیگه بعدها میکنم، ببخشید صحبت بکنم چون این مهمه، افرادی که من فقط این فیلم رو ببینن بعد اولش پخش کردم که برن، ولی خب مهمه ببین فردا میدونید چه کسایی موضع میگیرن گرات میگیرن به این موضوع، کسایی که مذهبیه مثلا آنچنانی هستن نمیان موضع بگیرن، بگن این چرا اسم این فرد در تلویزیون اومده، خب واقعا هم خب یک زن هست، آواز زن طبق نظر فقها ها معمول نیستش که مثلا آقایون بیان همچین چیزی رو بگن که مثلا خواننده مورد علاقه همون این، حالا ما این حالا میگم غیر مجازه ولی این معمولی، ولی خواهید دید افرادی که میان اشکال میگیرن افرادی هستند که اتفاقا طرفدار موسیقی هستند، میان چرا مثلا این مسئله در سینما طرح شده، این میتونه برای شما اتفاق خیلی جالب باشه. موضوع منفی کسایی که به این موضوع میگیرن خودشون کسایی هستند که طرفدار مثلا موسیقی و مثلا برخی مسائل هستند، نه کسایی که مثلا ازشون انتظار نداریم. حالا خواهید دید فردا. خب بزن این قسمت رو موینی رو پخش بکنیم بعد ادگار رسینا رو میبینیم. اینجا باقای حمید نمیم چرا میگم حمید روشن آقای هستن روشن از این برسه که شما چه خواننده دوست دارید. ایستم به شما بگم آقای علی پروین فرد بسیار باهوشیه، بعد کسی هم که تو این سن و سال انقدر هوشی پایین هست کاملا حواسش هست که کجا اومده، بعد این پیشینه ای داره، اینشون سالها در این
رسانه بوده، حالا آقای حسن روشن کمتر بوده، فقط مثلا این مستند دمارش ساخته شده، ولی آقای علی پروین چون حالا کاری اون پرسپولیسی استقلالی ولی مربی بوده، سوال ها با این حواشی سر و کله داره. اون زمانی که برنامه 90 بود، یعنی ایشون فرقی نیست که همین دفعه اولش باشه اومده تلویزیون، بعد حالا غافلگیر شده، بعد حالا موبایلش اتفاقی داره میگه که سلام سلام من گوشیم 8 میلیارد خطر میارزه، بعد یه دفعه اسم این فرد رو بیاره، ایشون هم اسم این فرد دیگر رو بیاره. اینا اتفاقا حالا درسته که مثلا سنشون طوریه که مثل من همش توی تبلت و موبایل و چت جی پی تی اینا نیستن، ولی اتفاقا خیلی ماشاءالله ماشاءالله هوشیارن و هوشمندانه عمل میکنن. خب این چه جزو بهترین های کشور هم. مثلا شما خواننده مورد علاقتون کیه آقای رو؟ اینجا بیستقی میگه که خانم مورد قدیمی جدیدی هر جور که اصلا بیستقی انتظار این پاسخو نداشت، واقعا انتظار نداشت بیستقی هم بزرگترش. این الان آپارات ما اشکال میگیره میگه شما دارید مثلا با شعر این لاهه. من موهین رو دوست دارم جان موهین. آها الان من موهین رو دوست دارم جان. این چیز شد، این همز این همین این صحنه اون میمی که درست شده خود همین میثاقی از یه کسی میپرسه، همین الان به ذهنم رسید، اسم نمیگم که چیزش ازش میپرسه که پسرتون که مربی و چیزه میگه چند سالته، نگاه میکنه با منی، خودش هم الان همین جوری شد، خودش همین جوری شد میثاقی جان با منی، الان بعد میگفت جان، بعد آقای حسن روشن میگفت من کسی غیر از من شد توی استودیو هست موین. آها من موهین رو دوست دارم جان جان با منی، بعد بعد میگفت من کسی غیر از من شده موهین. آها الان چه دیگه انگار ظاهرن داره ظاهرن چه دیگه آقای پرمی شما چی از دچه ظاهرن دیگه احتمال همون چیزی که من داشتم میگفتم و منظورشون بود فقیه مثلا گفت ظاهرن که داره انگار این منظورشون که میخواد ظاهرن داره ظاهرن چه دیگه آقای پرمی شما چی از دچه های جدید هم میتونید این اتفاق من الان از این لحن آقای از لحن ایشون من احساس میکنم که میتونست حدس بزنه چی میخواد بگه. آیا برای چجور شما میدونی که ایشون موبایلش تو جیبش قدیمیه یا جدیده؟ نمیتونی پیش بینی بکنی که اگه این سوال پرسی بعد به نوعی هم بهش میگن pointed question، یک سوال جهتدار. گفته قدیمی ها فقط نه جدید ها. خب قدیمی هایی که علی پروین مثلا چی بگه آخه؟ احساس بکنم نمیدونم این چی میشه. آقای پروین شما چی از دچه های جدید هم میتونید از جدید شما چی از جدید هم میتونید بگید؟ نمیدونم چی بگم بده. جدید هم میتونید محایده. آقای پروین شما چی از دچه های جدید هم میتونید محایده. خب الان قدیمی ها رو که نگفته که گفت جدید، گفت جدید هم میتونید. درست بگوش کنم خب ببینم ایشون میدونست که این پاسخ داده میشه یا خیر نمیدونم، فرض اینه که ما نیتش رو کشه در تو نیم قطعا نمیدونسته، ولی میخوام ببینم آقای پرمی شما چی از دچه های جدید هم میتونید محایده. نه فکر نمی کنم انتظار داشت. بسیار علی ایشون دیگه یه چیزی دست سریع لیمون آب خور ایشون دیگه ایشون که دیگه آره خیلی خدا رحمت کنه علی. خدا رحمت کنه این منظورشون چه همین فرد ایشون دیگه نمیاد جان. آها میگه دیگه نمیاد، فهمیدم این داره میگه که همین چیزی که گفتم حسن آقای حمید روشن ببخشید آقای حسن روشن میگه که معین، بعد ایشون میگه که به نظر میرسه که ظاهرا داره میاد ایران اوکی، بعد دومی آقای علی پروین که میگه هایده، بعد میگه ایشون که دیگه از هایده بسیار علی ایشون دیگه نمیاد آره جان ایشون دیگه نمیاد ایشون که دیگه آره خیلی خدا رحمت کنه همه درگذشتگان رو. محمد جان چیکار کردی؟ زدی لیوان شکوندی؟ قبلش شکوندی؟ یه کاش الان میشه میساقی آب روشنایی مره آب سد سریع بحث عوض شد. روشنایی از بچهای جوون جدید و اینا که گوش نمیدید چیزی میخواستن یه کار پخش کنن بچه‌ها نه؟
هیچ یعنی اصلا حتی خیلی جدید و هر جور که سری بحث عوض شده اصلا. خب این قسمت جالب انگیز و جنجالیش بود و خوب دوستان باید کنید این مهمیده افراد اسم افرادی که حتی اسم افرادی که به زحمت کشیدن قبلا در حوزه هنر در کشور میگه اسمشان باشه خودش باعث روشن موندن چراغ فرهنگ هنر در این کشور. خب ادگار دوید که امشب سپرایز اون کرد چون نمیدونستم که آقای دوید من خیلی دوست دارم حالا گپ فوتبالی و تخصصی با اتون بزنم ولی میدونید که روزای عید چیز خاصی نداره اینجا میگه فقط من خیر اطلاعاتش من گفتم تو ویدیو قبل نمیدونستم ایشون اومده یعنی میدونستم اومده فکر کردم مثلا فردا شب قراره باشه یا شب نو اتخار اتخار داوید یا بیافتاد بله صدای خیر رو هم داریم موقعی که میخوایم اسم خودم این اومد در ویدیو قبلی من کامل لحاظش توضیح دادم که چجوری اهل شمال آمریکای جنوبیه بعد اهل هلنده مثلا موضوعش چی و چند سالش شده in your own name you pronounce it من فکر میکردم ایشون چون از یک مادر یهودی زاده شده است موضع سیاسی خواهد گرفت که من چون ندیدم نمیدونم باید ببینم که ایشون ورزشی صحبت کرده فقط یا نه. من اینجا اسکرین شات اینستاگرامش رو نشون دادم تو ویدیو قبلی که ببینیم چقدر رشد خواهد کرد فالووراش بعد اینکه میاد ایران و میره آیا عکسی درون ایران میگیره بذاره یا خیر و اینکه آیا اینکه ببینیم ایشون چون مسلمان هست از چه زمان مسلمان شده من نمیدونستم فقط تو اینستاگرامش دیدم که اینجا به شما نشون بدم حاضر و آماده هست 630 الان شاید خود بیشتر شده باشه تو برنامه امشب اومده چون گفته در وقت ماه رمضان هم یک پستی گذاشته بوده دو روز قبل همجه که امید نوشته رمضان کریم سال روز یعنی روز اول ماه رمضان بوده که قبلیاش میبینید مال جاهایی که رفته به همین خاطر من گفتم شاید ایران مثلا یه فرشی چیزی به هدیه بدن اسکرین شات مثلا عکس بگیره بذاره اینا حاضر باشید میتونید برید ببینید صفحه‌شو افرادی که خارج هستن دسترسی دارن به اینستاگرام میتونن برن مثلا عضو بشن ببینن که شون در ایران عکس میذاره یا خیر. خب خیلی چیز خاصی نیست فرق فکر کردم خیلی مثلا جالب باشه این واسه که بهش میگه بگو عید مبارک چون سخته بگم حالا یه قدم بریم جلو و در مورد رسم و رسوم هم بگیرم I hope everybody has a happy Nowruz. شما متولد 1973 هستش. بله از همه دوست دارم که اجازه بگیرم ازتون و نمیدونم زوده یا نه. من بگم نوروز مبارک. عالی به به. I know a little bit about the customs. و در مورد رسم و رسوم هم نوروز مبارک. حالا یه قدم بریم. کوچولویی میدونم. نوروز مبارک رو همونو فارسیش نمیتونی بگی؟ نوروز مبارک. مبارک can you say that in Farsi? نوروز مبارک. آها. حالا یه دوستان این چشمش با فقط به خاطر تیپش نیست، حالاش خوش تیپ هست. به خاطر اینکه عصبیش هم بیماری عصبی سمت چشم سفارش داشته زمان قدیم عمل کرده، زمان فوتبالش هم همین عینک مدل دیگه ای داشت. قدم بریم جلوتر مثلا فرخنده باد که فرخنده باد. Do you think you can pronounce that? فرخ سخت بر ما هم سخت. ده باد. ده باد نوروز فرخون ده باد دوستان فارسی خیلی دارن سختی اینجا نگاه کنید یه قسمتش که باورتون نمیشه همین کلمه یه رای ببینم آره رای که سخت ترین یه ویدیو مفصل داشت شرست بکنم را که برای من قد ساده است که کجا استفاده بشه یکی سخت ترین چیز هست برای کسایی که میخوان زبان فارسی یاد بگیرن ده باد نوروز خب این بود آقای کازمیت خب خیلی خوش آمد من امیدوار بودم بده شیراز اصفهان اینو عکس بگیره بذاره تو اینستاگرامش که مردم جهان آشنا بشن اشکال نداره اگه نذاش من خودم بعد از عید میخوام برم اونجا مفصل برای یوتیوب مستند بگیرم بذارم به آشنا کنم به جهان الان هم آه قضیه موبایل اینه رو ببرم میشه نیست الان با سیدی همراهتونه کارت به کارت و اینا هم که میدونست میگه علی پر آقای علی پروین مثلا کل آبر بانک نمیره و دوست نداره اصلا اعتقاد نداره علی آقا تا حالا تا حالا رفتی سراغش بانک و اینا ببینیم آقا موبایل آقای اصلا نرفتم تا حالا همون تا حالا اصلا نرفتم اصلا کارت ندارم اصلا کارت بانکی نداری گوشی علی آقا رو می‌خوایم ببینیم آقا موبایل آقای پروین میدونی چه جوریه جان
آخه ببین خواهم همین اینجا علی آقا جونم من خواهش میکنم تو جیبتونه من که بلدم من که میشناسم ببینی برنامه بانکی دارن یا نه نه اصلا گوشی شما ببین نه میخواد بره گوش اصلا علی آقا اهل فضای مجازی و آره اگه زحمتی نیست خواهش میکنم تو جیبتونه من که بلد ببین میگه تو جیبتونه من که بلدم خب اگه شما میدونی که تو جیب علی پروین چه چیزی هست حتما میدونی تو ذهنش هم چه چیزی هست وقتی اون سوال بپرسی بعدم من که برنامه بانکی دارن یا نه نه اصلا گوشی شما ببین نه میخواد بره گوش اصلا علی آقا خب من کاری ندارم اینکه این کار خوب بود یا بد بود علی میخوام بگم که جالب انگیز امروز اهل فضای مجازی و آره اگه زحمتی نیست آره خب آقای علی پروین عزیز میفهمید که میبینید ایشون تقریبا داره یک پرفورمنس هنری انجام میده خیلی دوست داشتنی ایشون جوان زمان قدیمه جوان زمان قدیمه اینجا بگیم ببینید یه باف من حس میکنم در واقع یک پرفورمنس تئاتری تلویزیونی جالب انگیز انجام میده نه صرفا یه موقعیت عادی خب دقت نکنید دوربین این بعد دوربین 6 ببخش خیلی من راضی بودی؟ اینجا که در گوشی میگم بیا بگو که من 7 میلیون این یه کار هنری در یه که صحنه است چسبم هم چسبوندم آره راست میگم دیدیم چسبم چسبوندم 7 میلیون خطم میخورم ولی این ستاب نگوشی نگو اینو نه نمیگم خودشون شنیدم این چون میدونه که اینجا میکروفون هست خیلی خب دوست داشتنی اینا در واقع سلبریتی واقعی هن. فقط فوتبالیست نیستن علی پروینه علی پروین مال زمان قدیم هم بوده دیگه چندین ده هست توی مسئله رسانه هست حتما میدونی وقتی چیزی آروم بگیرد میشنمه آموزنده است این کار شما میتونید یاد بگیرد بودی؟ چه هست باب چسبوندن خود این کار باید شده که ما بیمی ویدیو رو درست بکنیم خود جالب انگیز بودن این صحنه این فردی در این سن هم میتونه انقدر مثلا جالب انگیز حضور پیدا کنه در صدا سیما مثلا در تلویزیون یا هر جایی با اون رفتارش و لبخندش و کاراش و اصلا تیپش و این موبایلش و یه لحن خاصی هم داره علی پروینه دیگه که من خطم 7 میلیارد میخرن ولی گوشیم 300 تا چسبش زدم به کسی نگه یا خود این کار جالب انگیزه بس میگم دیدیم چسبم چسبوندم 7 میلیارد خطم میخرم ولی 300 تا گوشیم نگو اینو نه نمیگم خودشون شنیدن شنیدن خودشون نه خالیه عالی این که خیلی خیلی ایشون اکتور اکتور ایشونه نه مثلا سن شما تو فضای بعد من هم ایشون بعد به جای پژمان جمشیدی میرفت تو سینما از بین فوتبالیست‌ها ایشون اکت سینماش به تل سینما تلویزیونیش به نظر من الان نجی میگم که آقای علی پروین تکنیک سینماییش و اجرای صحنه‌اش در حوزه هنر حتی میتونه قوی تر از فوتبالش بشه نه عالیه عالی این که مثلا شما تو فضای بدن هم ببینید 7 شب 8 شب سایلر تو فردا یاد اصلا پیدا نمی‌کنی علی آقا رو ها یعنی مثلا چهارشنبه بعد از ظهر هیچ چی تا شنبه خیلی از موبایل آقای پروین که خجالت بکشید نشون نده با آقا خیلی خوب چرا خجالت آقا فضای مجازی ناس میخواد چیکار کار تو کاتی بر اون بر آره بعد جوابم کلا نمیده علی آقا اصلا خب 7 میلیارد و این تلفن‌های روند دیگه خب اما علی پروین دیگه آیا علی پروین یه اسطوره مهمه هم در حوزه باشگاهی هم در حوزه ملی خب ان شاء الله خدا بخواد هر دوی اینا به خانواده‌شون عمر با عزت بده خب همین بود موضوع ویدیو تموم شد بیشتر جنبه سرگرم کننده کی داره این کار من نه اینکه زیاد جدی بگیرید فکر کنید مثلا چه اتفاق مهمیه خب دلیل چی شده دو نفر آدم مدن نشستن در مورد یک دوتا شخصیت صحبت کردن نا شبه اید خب فعلا همه گیری خدا نید اینقدر اتفاقات سرعت زیاده تا میایم به یه موضوعی بپردازیم موضوع دیگه پیش میاد خدا میدونه من اینو متوقف بکنم چند تا موضوع دیگه پیش اومده من این داشتم یه چیز دیگر میخواستم زب کنم یه فهمید تلویزیون اسم هایده و موین و اینو برده شده و ادار داریتسم چند ساعت پیش اومده بوده و در تمرین تیم ملی حضور پیدا کرده اون کار قبلی مو گوشتم کنار میخواستم که در حوزه رسانه‌ای بشه پرزیم خب فعلا همگی خدا نگهدار لینک موضوع ادگار دیتا میذارم در لینک اول این کانال یوتیوبی که آپارات که دیدید همش یه جاست و اگه در یوتیوب برید میبینید این کانال مختص مساله هنری فرهنگی هست
لینک اون کانال دیگه که ما اصلا ورزشی رو میذارم در کامنت اول فرخوری یادم.